سلام، من فلورم. چیزی به سال نو نمونده. من پیشا پیش این عید باستانی رو، عید نوروز باستانی رو به همه عزیزان که در هر جای دنیا هستید تبریک میگم و از صمیم قلب برای همه شما آرزوی سلامتی مطلق و موفقیت میکنم. طبق رسوم سال نو، من امروز میخوام براتون سبزی پلو ماهی با سبزی کوکو درست کنم. من اینجا چند نوع سبزی دارم: جعفری، گشنیز، شوید، تره، سیر تازه. و اگر شنبلیله تازه داشتم استفاده میکردم، چون ندارم از شنبلیله خشک استفاده میکنم. اول من میخوام بهتون طرز تهیه سبزی پلو رو نشون بدم و این سبزیایی که اینجا من دارم اینا رو خرد میکنم، همه رو با هم مخلوط میکنم و بعد نشون میدم که چطور با برنج قاطی میشه. اول میخوام ترمو خرد بکنم. این سبزی ها تمامش تمیز و شسته است. حالا من سیرم رو خرد میکنم. این قسمتش رو به این صورت من حالا اینا رو قاطی میکنم. نصفشو برای سبزی پلوم نگه میدارم و نصفشم برای کوکو سبزیم. الان من شویدم رو خرد میکنم. سبزی پلو نباید خیلی مثل قرمه سبزی ریز باشه. در همین حد کافی. حالا من گشنیزم رو خرد میکنم. من ساقهاشو زیاد نمیگیرم برای اینکه پر از ویتامینه. همطور که گفتم زیاد نباید سبزی پلو سبزیاش ریز باشه، در همین حد فکر میکنم کافیه. حالا من جعفریم رو خرد میکنم. فکر میکنم در همین حد کافی. همطور که من قبلا گفتم، چون سبزی شنبلیله تازه نداشتم، از شنبلیله خشک استفاده میکنم. یه مقداریشو من برای سبزی کوکوم استفاده میکنم و بقیهشو برای سبزی پلوم. من یه مقدار اینجا نمک، فلفل و گلپر دارم که اینا رو مخلوط میکنم. ببینم یکم دیگه. و همینطور که میبینید یه مقدار ماهی سفید دارم. من این مخلوط نمک، فلفل و گلپر رو قبل از اینکه سرخ کنم به ماهی میزنم.
این گلپر هم طعم خوبی به ماهی میده و همین که از بوی زخم ماهی جلوگیری میکنه. و یک ساعت قبل از اینکه ماهیامو سرخ بکنم، من این نمک فلفل و گلپر رو به ماهی میزنم. من برنجمو تقریبا یک ساعت قبل از اینکه بجوشونم، اینو با آب ولرم و نمک اینو من خیسش کردم. الان آبشو خالی میکنم و میریزم که برای 2-3 دقیقه بجوشه. یه مقدار آب سرد میریزم. این آب سرد باعث میشه که اون نمک اضافی شسته بشه و همینطور از زیاد پخته شدن. من ته قابلمه‌ام یه مقداری آب میریزم. یه مقدار کره آب شده. و یک مقدار کمم زعفرونی که آب کردم. حالا من برنجمو با سبزیم قاطی میکنم، بعد میریزمش توی قابلمه. حالا من چند تا سوراخ میکنم که بخار بیاد بالا و این غذای پلوی ما خوب پخته بشه. حالا من دمکنی رو میذارم روش. برای 2-3 دقیقه اینو با درجه حرارت زیاد میذارم بپزه. بعد اونو حرارتش رو کم میکنم. حدود 1/4 قالب کره آب میکنم و روش میذارم. تقریبا بین نیم ساعت تا 40 دقیقه برنج من آماده میشه. الان 1-3 دقیقه گذشته، من حرارتشو پایین میکنم و آب روغنشو بهش میدم و میذارم که خوب بپزه. حالا من میخوام کوکو سبزیمو درست بکنم. اول نصف از این پیازو من رنده میکنم. زیاد نمیخوام. فکر کنم کافیه دیگه. حالا من یه مقدار از این سبزیمونو میریزم تو این کاسه. نمیخوام زیاد درست بکنم، به همونقدر که میخوام درست بکنم سبزی برمیدارم. یه دونه دیگه بردارم کافیه.
اوکی این کافیه. ولی یه مقداری بهش نمک میزنم، فلفل، زردچوبه، و آرد. حالا 4 تا تخم مرغ من بهش میزنم، اگه کافی نباشه بیشتر میزنم. منم یه تخم مرغ دیگه لازمه. یه مقداری من روغن مایه میریزم تو این تابه، خوب که داغ شد بعد من کوکو رو میریزم توش. ببینم به اندازه کافی روغنم داغ هست. آره خیلی خوب، الان من کوکو رو میریزم توش. حالا من سرشو میذارم که تو حرارت ملایم حدود 20 دقیقه بپزه. الان فکر میکنم آماده است، باید برش گردونم. اوکی. حالا این بار دیگه من در تابه رو نمیذارم، برای اینکه نرم میشه و میذارم 20 دقیقه دیگه اون طرفش هم میپزه و آماده. همطور که پلو و کوکوم داره آماده میشه، من ماهیمم آماده میکنم. یه مقداری روغن میریزم توی این تابه. حالا من چند تا از این ماهی ها رو میذارم اینجا سرخ بشه. برای پختن ماهی حرارت نباید کم باشه. چند تاش جا میگیره. الان پلوی من آماده است که من اونو میکشم توی دیس. به 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 چه پلوی شده. یه مقدارشو من میریزم توی زعفرون برای روش. کم اینجا. حالا نوبت تایدیکش. تایدیک شما
به به به، عجب تهدی که یه سره در اومد، عجب تهدی کش. اینم از سبزی پلوی شب عید ما همراه با کوکوی سبزی، ماهی سفید و تهدیگ خوشمزه که آماده است. معمولا این سبزی پلو رو با سیر ترشی میخورن و اگر شما نارنج در دسترس شما باشه از آبش برای ماهی استفاده میکنن که خیلی خوشمزه میشه. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این غذای خوشمزه رو برای خودتون و خانوادتون درست بکنید. سال نو مبارک.